درود من اینکه کوسر هستم در واشنگتن دی سی و با برنامه دیگر از مجموعه ایرانیستاز با شما هستیم 20 سال پیش در چنین روزی سید محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران شد پس از آنکه در انتخابات مجلس چهارم بسیاری از نیروهای به اصطلاح چپ نظام جمهوری اسلامی حذف شدند ناطق نوری در مجلس چهارم و سپس در مجلس پنجم به ریاست قوه مقننه رسید علی اکبر ناطق نوری تا مدت‌های مدید به عنوان گزینه اول جناه راست معرفی شده بود اما جناه چپ کسی رو نداشت تا اینکه برخی از بزرگان جناه چپ به سراغ میروسین موسوی رفتند اما میروسین موسوی از سوی بزرگان معتلفه تهدید شد که عکس‌های بدون حجاب همسرش رو در سطح جامعه پخش می‌کنند اینجا بود که جماعت سابق خط امامی به سراغ سید محمد خاتمی رفتند سید محمد خاتمی در آن زمان رئیس کتابخانه ملی بود بعد از اینکه سید محمد خاتمی به نزد آیت الله ای رفت و از او رخصت خواست که برای انتخابات نامزد بشه و او هم موافقت کرد نام خاتمی به عنوان یک کاندیدای جدی در مقابل ناطق نوری مطرح شد ناطق نوری که تا مدتا از همه امکانات حکومتی برای تبلیغات بهره برداری کرده بود با کاندیدایی روبرو شد که تنها چند روزنامه محدود رو در اختیار داشت. از اواخر زمستان سال 1375 تا زمان انتخابات روزنامه همشهری تبدیل به یکی از ستادهای عمده مبارزه سید محمد خاتمی علیه ناطق نوری و جناه راست شد. محل صفحه بندی روزنامه همشهری نیز محل بسته شدن ویژنامه های استانی روزنامه های مختلفی شد که به نفع کاندیدای جناح چپ تبلیغ میکردند در آن زمان من و همکاران دیگرم که در روزنامه همشهری کار میکردیم گاهی مطالب خودمون رو میدیدیم که در همشهری به چاپ نمیرسند اما در های کار و کارگر و یا سلام و نشریات دیگر در استانهای مختلف با تیراژهای بسیار بالا منتشر شدند. چند هفته مانده به انتخابات دو خورداد یک نظرسنجی تحت عنوان کلک منتشر شد که بر اساس اون ناطق نوری حدود 66 درصد آرا رو در اختیار داشت و خاتمی تنها 33 درصد آرا رو میتونست نصیب خودش بکنه. بعدا مشخص شد که این نظرسنجی از سوی وزارت اطلاعات طراحی و تنظیم شده و به عنوان نظرسازی کلک معروف شد. در همون مقطع زمانی، هاشمی رفسنجانی که نگران آینده خودش و خاندانش بود با چرخشی استراتژیک در نماز جمعه اعلام کرد که مانع هر گونه تقلب میشه و به عبارت دیگری تلاش کرد به این وسیله نشان بده که امکان تقلب وجود داره از آن نقطه زمانی بود که با حساسیت ایجاد شده از سوی هاشمی رفسنجانی بخشی از آرای مردم که ممکن بود به ناطق نوری برسه به خاتمی رسید و خاتمی که تا آن زمان جزوی از حکومت بود به عنوان نامزد مخالفان حکومت قلمداد شد تا زمان انتخاب سید محمد خاتمی حرفی از اصلاحات به میان نیامده بود و جبهه پشت سر خاتمی رو به عنوان جبهه دوم خورداد میشناختند ماه خورداد ممکنه برای جنای چپ حکومتی اهمیت زیادی داشته باشه چه بسا پانزده خورداد و نیز چارده خورداد به عنوان دو واقعی که منتصب به آیت الله خمینی هست برای این گروه خط امامی اهمیت زیادی در طول تاریخ انقلاب داشته. دو خرداد نیز در کنار سه خرداد روز آزاد سازی خورم شهر معنی و مفهوم خاصی میتونست پیدا کنه. حامیان متحد سید محمد خاتمی بعد از روز انتخابات نام خودشون رو جبهه دوم خورداد گذاشتند. اما خورداد برای خارجی ها مفهومی نداشت که چه جناه سیاسی رو میتونست پوشش بده. گفته می شود زمانی که احمد برغانی به همراه سید محمد خاتمی درباره مسائل مرتبط با جپه دوم خرداد با خبرنگاران خارجی صحبت می کردند خبرنگاری از برغانی میپرسد که آیا جپه دوم خرداد به دنبال رفرم است و جواب برغانی آری بود و از این زمان بود که کلمه رفرمیست و اصلاح طلب برای معرفی جبهه دوم خرداد شکل گرفت این در حالی است که اصلاح طلبی به هیچ عنوان بخشی از پیام جبهه دوم خورداد نبود بسیاری بر این اندیشند که جناح چپ حکومتی به دنبال اصلاح طلبی بوده است این در حالی است که بازگشت این گروه به قدرت برای به دست آوردن بخشی از سهم از دست رفتهشان بعد از اخراج از مجلس چهارم بوده بعد از پیروزی سید محمد خاتمی جبهه مشارکت شکل گرفت که بسیاری از مؤسسان آن کسانی بودند که از دیوار سفارت آمریکا بالا رفته بودند. تحت مدیریت احمد بورقانی بود که بسیاری از روزنامه های تازه تأسیس توانستند مقابل قدرت های مختلف حکومتی تا حدی حد بیستند و از حمایت وزارت ارشاد برخوردار شوند. فضای نسبتاً آزاد آن زمان باعث شد که بسیاری از دانشجویان و فعالان سیاسی به رسانه ها بپیوندن و از طریق روزنامه ها پیام های خودشون رو به مخاطبان برسونند خیلی از دانشجویان مختلفی که شاید ربطی به روزنامه نگاری نداشتند هم در اون مقطع روزنامه نگار شدند بعد از پیروزی سید محمد خاتمی در دوم خرداد 1376 تعدادی از روزنامه و نویسندگان و روشنفکران به واسطه کاهش فشار احساس آرامش بیشتری کردند چه برخی از مدیران وزارت اطلاعات برکنار شده بودند یا پست اجرایی نداشتند با مرگ دلخراش داریوش فروهر و همسرش پروانه فروهر در ابتدای آذر 1377 اصطلاحی طرح شد که برای خیلی ها تازگی داشت قتل های زنجیره ای اما بعدها معلوم شد که کشتن نویسندگان و روشنفکران به سالها قبل یعنی دوران هاشمی رفسنجانی برمیگشته با اینکه گروهی به نام فرزندان نواب صفوی مسئولیت قتلهای فروهر و همسرش و نویسندگان دیگر رو بر عهده گرفتند اما با تحقیقهایی که درباره روشهای قتل صورت گرفت معلوم شد که عاملان عضو وزارت اطلاعات بودند گروهی از دستیاران امنیتی سید محمد خاتمی روش قتلها رو می شناختند. چرا که خودشون زمانی در وزارت اطلاعات کار کرده بودند و به این ترتیب معلوم شد که سعید امامی معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات در دوران هاشمی رفسنجانی سردسته قاتلان بوده ولی سوال بزرگ این بود که چگونه ممکن است او که به عنوان یکی از نزدیکان آیت الله و مجتبی خامنی به حساب میاد بدون مجوز دست به این قتل ها زده باشه بعد از آنکه معلوم شد طراحی و برنامه ریزی قتل در وزارت اطلاعات انجام گرفته سید محمد خاتمی دوری نجف آبادی را از کار برکنار کرد و بعد از مدتی علی یونسی که سالهای سال رئیس دادگاه نظامی بود جانشین دوری نجف آبادی شد وزارت اطلاعات از این تاریخ تا مدتی سیاستی نرمتر رو در پیش گرفت نامه سعید امامی به دوره نجف آبادی برای ایجاد محدودیت علیه مطبوعات جدید در روزنامه سلام منتشر شد که بعدا معلوم شد از اسناد وزارت اطلاعات بوده در 17 تیر ماه 1378 چند هفته بعد از آنکه سعید امامی با داروی نظافت خودکشی کرد روزنامه سلام که این نامه را منتشر کرده بود با شکایت وزارت اطلاعات تعطیر شد. توقیف روزنامه سلام با اعتراض گروه های مختلف دانشجویی در کوی دانشگاه تهران همراه شد. اعتراض همانا و سرکوب این اعتراض به وسیله نیروهای ویژه نیروی انتظامی هم همانا و با پیوستن انصار حزب الله به سرکوب کنندگان فاجعه 18 تیر شکل گرفت. حسن روحانی که آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود بعد از چند روز اعتراضات دانشجویی و اعتراضات مردمی خواستار سرکوب معترضین شد اصلاحیه قانون مطبوعات با کمک دادگستری تهران و بویژه قاضی سعید مرتزوی که رئیس دادگاه مطبوعات بود شکل گرفت انتظار میرفت نمایندگان جناه چپ مجلس با ابستراکسیون خودشون مانع تصفیه اون بشن اما تعدادی از اونها در جلسه مجلس حاضر شدن و امکان رایگیری فراهم شد با نزدیک شدن به مراحل پایانی مجلس پنجم بسیاری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی امیدوار بودند که در مجلس جدید که احتمالا با حضور اصلاح طلبان میتونست شکل بگیره اصلاحیه قانون مطبوعات که حامی بگیر و ببند روزنامهنگاران هم بود عملا ملقا بشه انتخابات مجلس ششم شش ماه بعد از واقعی هجده تیر برگزار می شد. جپه مشارکت که روزنامه های مختلفی رو در اختیار داشت توانست بخش عمده مخاطبان خودش رو جلب نامزدهایی بکنه که میخواست به مجلس بفرسته و همچنین تعدادی از روزنامه نگارانی که سابقه امنیتی و یا سپاهی داشتند با قلم زدن در روزنامه های مختلف شرایط رو برای کارگزاران سازندگی سختتر کردند چرا که با حمله به هاشمی رفسنجانی مشروعیت این گروه سیاسی که حامی سید محمد خاتمی بود در ابتدا رو کاهش دادند عباس عبدی و اکبر گنجی دو نفر بودند که حمله های بسیاری رو متوجه هاشمی رفسنجانی کردند